میگم الناتان باقستانی هستم، برنامه سیمای مسیح خوش آمدید و خیلی خوشحالم که دوشنبه شد و میتونیم منزله شما بریم توسط این دوربین ها و این برنامه به فیض خداوند که در این 50 و خورده دقیقه که در خدمتون هستیم میتونیم که راجع موضوع بسیار مهمی با هم صحبت کنیم و خوشحال میشم که اگر میخواید که مشابهین ما با شما صحبت کنن یا برای شما دعا کنن با شماره تلفن برنامه تماس بگیرید 201-347-464-3000. حتما این کار بکنید، دوستان هستن که شما رو جواب بدن. اگه لازم شد که بنده روی خط با شما دعا کنم در انتهای برنامه در خدمت تو خواهم بود. اگر میخواید ایمیل بفرستید به من simamassi@mohabbat.tv این کار رو بکنید و خوشحال میشیم. برای ما مهمه که هم فیدبک شما رو بشنویم هم اگر میتونیم شما رو خدمت بکنیم. بله، به فیض خداوند که در سلامتی هستید در این روزگاری که خبرهای منفی زیاد میشنویم، مخصوصا در ایران عزیز، در گوشه گوشه دنیا میشنویم چالش ها هست، نبرد ها هست و شریر داره میتازه به عبارتی، ولی دعا میکنیم که آرامش خداوند با شما هستش و خداوند از شما و خانواده محترمتون محافظت کرده. امروز میخوام راجع به پشتکار صحبت کنم. همونطور که در اعلان دیدید میخوام که راجع به موضوع صحبت کنیم که چگونه مهمه ما پشتکار داشته باشیم، خسته خاطر نشیم. اینو کلام خدا 2000 سال پیش میگه. حتما در این 2000 سال اتفاقای مختلفی افتاده ولی خیلی مهمه چه کلیسا چه مهمانایی که امروز با ما هستید و مسیح ما ندارید پشتکار داشته باشیم. من در طی این سالهایی که از عمرم گذشته بسیار رو از افراد دیدم که در اطراف خود من دارن زندگی میکنن یا زندگی میکردن که در امور مختلف پشتکار داشتن و دارن به خاطر اون مسیر و هدفی که مد نظرشون بوده. شاید شما این کارو کردید. واقعا من احسن میگم به تمام هموطنان ما، مخصوصا جوانان که با این سختی هایی که در ایران وجود داره پشتکار دارن. میشنویم که کنکور قبول میشن، میشنویم که در واقع در ورزش مقام میارن، در سینما، در هنر مقام میارن. واقعا خیلی ها بودن که پشتکار داشتن ولی در تمام ناملایمات هایی که وجود داشته، در تمام سختی ها، فراز و نشیب هایی که وجود داشته خیلی مهمه چنان که پولس رسول میگوید ما خسته خاطر نشیم. تاماس ادیسون که باعث شده الان این چراغ روشن باشه ما بتونیم خدمت شما بیایم، میگه که اغلب افراد شکست خورده کسانی بودن که انگامی که به موفقیت نزدیک شده بودن تسلیم شدن. یه خودمون داد موفق بشن ولی تسلیم شدن. خیلی مهمه ما تسلیم نشیم. جان مکسفیل، معلم معروفی که دنیای مسیحیت باهاش آشنا هستن و خوشبختانه خیلی تاثیرگذار بودن، شنیدم که در ایران هم کتاباشون فارسی شده، کاش که به دست ما برسه، میگوید که تنها ضمانت شکست این میباشد که تسلیم شوید. تنها چیزی که باعث میشه شما شکست بخورید اینه که تسلیم بشید. همینطور مارتین لوتر کینگ، رهبر ملی آمریکا که همین چند سال پیش در همین کشور فعالیت میکرد به خاطر حقوق بشر و برابری نژادها، که امروز هم در ایران و خیلی از نقاط مختلف دنیا ایشونو میشناسن، میگوید اگر نمیدانید نمیتوانید پرواز کنید بدوید، اگر نمیتوانید بدوید راه بروید، اگر نمیتوانید راه بروید خود را بکشید، هر کاری که میکنید پیش بروید. مهم اینه که ما پیش برویم. این نه فقط برای من مسیح است در امور روحانی، برای شما مسیح هستش، بلکه برای همه ما در هر عرصه جهان و زندگی ما مهمه که ما بدویم و خسته نشیم. حقیقت اینجاست که من در زندگیم خیلی جا بوده که میتونستم متوقف بشم، خیلی دلایل وجود داشته که بگم دیگه نمیرم جلو، خسته شدم، ولی لطف خدا بوده و تشویق دوستان بوده و علاقه من بوده که باید به هدفم برسم. پس مهمه که خسته خاطر نشیم در این روزگاری که این کووید 19 دنیا رو فرو گرفته، در این روزگاری که شاید امیدی وجود نداره، دلار گرون شده تو ایران، ایرانی ها در خارج از کشور پراکنده هستن، در ایران کلیساها درش بسته هستش، ولی مهمه که بریم. چرا؟ چون تاریخ نشون میده، کتاب مقدس نشون میده که همیشه اینطوری باقی نمونه، بالاخره شرایط عوض میشه، بالاخره موقعیت طوری میشه که ما میتونیم به زندگی نرمالمون برگردیم. پس خیلی خیلی مهمه که ما خسته خاطر نشیم. من مطمئنم در بین بیننده های ما افراد زیادی هستن که میتونن اینو گواهی بدن که بله، منم
دلایلی داشتم که خسته بشم دست بکشم، ولی موندم. میشناسم دوست عزیز که وکیل هستید، میگی که چقدر سخت بود این درس‌ها رو بخونم، چقدر سخت بوده به موقعیت برسم، ولی نمونه هستید برای من که پشت کار باید داشته باشیم. پس نمونه های زیادی وجود داره در خود کتاب مقدس که در رویاهای خودشون خسته خاطر نشدن. نمونه های زیادی وجود داره که به سوی هدفی که داشتن پیش رفتن، مثل ایوب. ما همیشه راجع به صبر ایوب صحبت میکنیم، ولی شما 42 فصل کتاب ایوب بخونید ببینید که چطوری این مرد خدا که خدا بهش راجع به شهادت میده که مرد عادلی هستش، ایستاد و خودشو کشید، بچه‌هاشو از دست داد، موقعیت خیلی سختی داشت. ما بچه‌مون سرش درد میگیره، سرما میخوره، ناراحت میشیم. تصور کنید چطوری این مرد در اون است، در اون زمان که حالا خدا رو هم دوست داره، از این موضوع عبور کرده. راجع به ارمیا میخونیم که در دوران زندگی میکنه که خیلی سخته، ولی چطوری این مرد خدا میسته. امروز میخونیم آیاتی که در کلام خدا وجود داره، خدا فکری عالی برای شما داره، شما رو فراموش نکنه. ولی نمیدونیم که ایوب ارمیا در چه موقعیتی جلو رفته. راجع به پولس رسول ما میخونیم که بارها شکنجه میشه، بارها تحقیر میشه به خاطر که داره انجیل موعظه میکنه. حتی یه بار میزنم ببینم مرده، از شهر میزنش بیرون، دوباره برمیگرده، دوباره برمیگرده و در همون شهر موعظه میکنه، خودشو میکشه. و مسلما نمونه خیلی کامل ما، یعنی خداوند ما عیسی مسیح، که برابر بودن با خدا رو غنیمت نشمرد، خودشو خالی کرد، انسان شد. همون بعد تولد که به دنیا آمد، حالا موقع کوچولو بود البته، ولی هیرودیس بخواد رو بکشه و بعد سختی های مختلف میبینیم که مریم و شوهر مریم یوسف، میبینیم چطور این نوزاد رو بر میدارن به مصر میرن. و در طی سالها اون فیلم مصابه مسیح مدارش رو نشون میده که حالا فیلم دیگه، ولی نشون میده که چطور از سختی ها عبور کرد. ولی از همه مهمتر وقتی او را تحقیر کردن، وقتی او را رد کردن، وقتی او را بیان قوم خودش اومده، بین قومی که قبلا انبیا به اونا وعده داده بودن که مسیح موعود میاد، ولی او را مصلوب میکردن. کلام خدا میگه او تا به موت صلیب، تا به آخر، تا به لحظه آخر روی صلیب خدمت کرد. حتی موقعی که افسر رومی و سربازا رو مسخره میکردن که تو پسر خدا هستی بیا پایین، ولی او ایستاد، استقامت کرد. و اشعیا 53 که من خیلی دوستش دارم، 700 سال قبل از میلاد مسیح پیشگویی میکنه، میگوید که مسیح ثمره مشقت خود را خواهد چشید. من و شما که به مسیح ایمان آوردیم و میلیون ها نفر که در دنیا مسیح ایمان آوردن و منتظر میلیون ها نفر تو ایران و افغانستان مسیح ایمان بیارن، ثمره مشقت مسیح هستن. ولی همه و همه ایستادن و دوام آوردن تا آخرین لحظه و خودشو کشیدن، پشت کار داشتن. در اول قرنتیان پولس رسول در فصل 15 آیه 10 خیلی زیبا میگوید، میگوید به فیض خدا آنچه هستم هستم، خیلی چیزا ندارم، خیلی کارا نتونستم بکنم، ولی هستم. و فیض او نسبت به من بی ثمر نبوده است، برعکس من از همه آنها سختتر کار کردم. دوست داشتنی پولس، از همه بیشتر سختتر کار کردم، زحمت کشیدم، اما نه خودم. و جلال رو به خودش نمیده، نه، میگوید که بلکه آن فیض خدا که با من است. آمین آمین. چه نمونه زیبایی، از همه سختتر کار کردم. خود پولس بعدا میگوید اندک ریاضت بدنی فایده داره، زحمت باید کشید. آقا با ایرانی ها میگیم نابرده رنج گنج منحصر نمیشود، باید زحمت کشید. و اینطور هست که اگر پشت کار داریم به هدف میرسیم. در عصر زندگی میکنیم که شما دلایل زیاد داری که بگید من خسته شدم دیگه، کم آوردم، نمیکشم، چون روزگار بده، روزگار سخته. ولی بیایم نمونه بگیریم از این مردان خدا، از این خانمای زیادی هستن مثل استر ملکه ایران. بیایید در واقع ما نمونه بگیریم از این افراد و خودمان را بکشیم، پشت کار داشته باشیم. پس ما میخوام راجع به این موضوع صحبت کنم. مهمان خیلی عزیزی دارم، دوست خوب و جوان بنده، از من جوانتر هستن، که ما با هم دیگه در واقع کنفرانس داشتیم، با هم خدمت کردیم توی سالهای دم، که چطور ایشون پشت کار داره، برای من نمونه خوبیه. و جالب کار خدا که امروز ایشون دعوت منو پذیرفتن، با تمام مشغله‌ای که دارن میتونیم امروز در خدمتشون باشیم، از ایشون بشنویم راجع به اون چیزی که خداوند میگه. تا دقایق بعد برمیگردیم
یک کلیپ نگاه کنیم، ما برمیگردیم و برادر ما مبشر شاپور احمدی خواهیم بود. جای نرید، برمیگردیم. من خدمت عزیزان میخوام بگم که من از موقعی که ایماندار شدم خیلی معجزه ها دیدم و یکی از معجزاتی که دیدم اینه که وقتی که اوایل کرونا اومده بود من از دست میشستم و مواد ضدعفونی کننده استفاده میکردم، وقتی یه روز صبح از خواب بیدار شدم دیدم دستام تاول‌های شدید و جوش‌های ریز و خارش‌های شدید پیدا کرده بودم، طوری که روز به روز بد و بدتر میشد، مخصوصا وقتی که دستم به مواد شوینده میخورد. واقعا عذاب میکشیدم. طی 5 شبانه روز من در عذاب و رنج جسمی و روحی بودم، اصلا خواب نداشتم و وقتی عکس دستم رو میفرستادم برای هر کسی میرسید به میگفت که آره فلان کار رو انجام بده. نه تنها دستم خوب نمیشد بلکه دستم بد و بدترم میشدم. حتی یه روزم شوهرم برگشت بهم گفت که بیا بریم دکتر. گفتم آخه تو این وضعیت کرونایی من واقعا میترسم که برم دکتر. اونقدر دستم اذیتم میکردن که گفتم ای کاش از آرنج اینا رو قطع کنم. چون واقعا روز به روز بیشتر میشد این جوشای ریز، تاول و خارشای شدید به سمت آرنجم میومدم. تا اینکه یه روز واقعا تو شبکه محبت شنیدم که میگفتن اگه در نام مقدس عیسی مسیح دعا کنی خداوند دعا تو اجابت میکنه. یه شب وقتی رفتم که بخوابم توی تخت خواب بودم که این دعا رو چند بار تکرار کردم، دیدم یک دفعه یکی از درون بهم گفت که برو اثر رو دستات بمال. وقتی خواستم از تخت خواب بلند شم و برم این کار رو انجام بدم، حقیقتش انگار چسبیده بودم به فرش. انگار آدمی که به فرش چسبیده بود نمیتونستم از جام بلند شم. گفتم حالا که نمیتونم باشه فردا صبح این کار رو انجام میدم. فردا صبح وقتی که از خواب بلند شدم و رفتم دستام رو شستم، دیدم واقعا دستام بدجوری داره اذیتم میکنن. تا اینکه برگشتم گفتم خدایا تو رو به فرزند عزیزت عیسی مسیح قسم میدم بیا دکترم باش. عیسی مسیح من هیچ دکتری بهتر از تو سراغ ندارم، بیا برام دکتری کن. دوباره همون صدا تو درونم برگشت بهم گفت که برو عسل بمال، مطمئن باش که تو خوب میشی. وقتی رفتم عسل رو دستام مالیدم واقعا انگار آبی روی آتش بود. دستام تا غروب که 2-3 بار این کار رو انجام دادم خیلی خوب شده بودم. وقتی شوهرم از سر کار اومد غروبی برگشتم گفتم ببین دستامو ببین چقدر خوب شده. شوهرم برگشت گفت که چجوری این کار رو انجام دستم، چی به تو گفت این کار رو انجام بدی، چقدر خوب شده دستم. گفتم همچین دعایی من کردم. شوهرم برگشت گفت خدایا شکرت که واقعا معجزه تو زندگیم رخ داده. میخوام بگم واقعا مسیحیت دین نیست، مسیحیت راه و روشیه که ما آدم ها رو به خدا نزدیک و نزدیکتر میکنم. مسیحیت یعنی خدا در دین اسلام و در دین مسیحیت زمین تا هفت آسمون فرق داره. من اینو به شخص تجربه کردم. من در اسلام خیلی سعی میکردم به خدا نزدیک بشم، انگار ازش دور و دورتر میشدم. فکر میکردم مثلا خدا منو دوست نداره چون یه بنده گناهکاریم. ولی وقتی ایماندار شدم دیدم نه، خدا به سمت بنده نه، خدا میگه تو بنده من نیستی، تو فرزند منی، تو هر چقدرم گناهکار باشی من باز مشتاق دیدار تو هم، آغوش من برای تو بازه. الان احساس میکنم هم خدا کنارم هم عیسی مسیح. خیلی از معجزات دیدم که دوست دارم هفته یک بار از این شهادت ها رو بگم. بگم که عیسی مسیح هر چقدرم گناهکار و روسیا باشیم باز ما رو دوست داره. ممنونم که به حرفان گوش دارید و ازتون خواهش میکنم برای بچه دار شدنم دعا کنید. خیلی دوست دارم منم مادر بشم. دوست دارم که اگه خداوند در نام مقدس عیسی مسیح اگه صلاح میدونه منم مادر بشم، به فرزندانی عطا کنه که از یاران و پیروان عیسی مسیح باشه. متشکرم که به حرفان گوش دادید. واقعا ازتون خواهش میکنم که برام دعا کنید. ممنونم.
به 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 چه ویدیوهایی. خیلی ممنونم از آتیزا جان که سرگذشت خودتون برای ما گفتید. تمام جلال از آن خداوند باشه که بسیاری مثل شما بیان روی خط و چنین شهادتی رو بدن. متشکرم برای این کلیپ قشنگ، البته خودم پیداش کردم، ولی شما وقتی این کلیپ رو نگاه میکنید، این آقایی که داره میدو اسمشون دریک ردمون هستش، برای 2400 متر المپیک مدال افتخاری کسب کردن، 150 متر در دو با درد شدیدی رو گرفتن مواجه شدن، میبینیم که میخورن زمین، 150 متر اتفاق میگذره، بعد با شدت درد پاره شده در واقع میبینیم که اگه رونش درد میکرد با اینکه عضلاش درد میکرد، حاضر نبود که رها کنه، خسته نشده بود، مصمم بود که دور رو به تمام برسونه، خاتمه بده و تمام کنه، و مردی از مسئولی رد میشه تا به او کمک کنه و اون شخص پدرش بوده. من وقتی کلیپ رو نگاه کردم یاد پدر آسمانی افتادم که ما خوردیم زمین، ما رو کمک کرد، به او گفت مجبور نیستی تو دور خودت رو تمام بکنی، بله بیا دور رو با هم تمام کنیم. چقدر قشنگه که توی این روزگاری که من و شما هستیم، این داستان واقعیه، واقعا به خداوند اعتماد کنیم، بگیم خداوند بله میخوام با تو برم. پس داستانش خیلی جالبه. تمام مردم 65000 نفر ازدادی بیستادن بر او تشویق کردن، دست دادن، به خاطر که دیدن آقا چگونه دور خودش رو به کمال رسوند. نمیدونم شما تو چه موقعیتی هستیم، حالا خودم میدونم الان که اینجا هستم، پدر خانم من در بیمارستان هستن، در اینجا که هستم مشکلات مختلفی داریم، ولی باید دورمون رو به کمال برسونیم، باید ادامه بدیم به فیض خدا، پشت کار داشته باشیم. همونطور که خدمتتون گفتم قبل از که کلیپ رو نگاه کنیم، مهمان عزیز داریم، برادر ما شاپور جان در خدمتشون هستیم، برادر خوشتیپ جوان، و خیلی ممنونم که دعوت منو پذیرفتن و امروز میتونیم از ایشون بشنویم. آیا برادر شاپور هستن؟ میتونم بیا رو خط؟ شاپور جان تشریف دارید؟ زن. بله بله، من تصویر شما نرم. خوبه شاپور جان؟ روز شما بخیر باشه، و یا اگر شب هست شب شما بخیر باشه. اینجا عصر هست در انگلیس. من هم سلام میکنم خدمت شما کشل ناتان عزیز و همچنین به بینندگان شبکه محبت. ممنونم از دعوت شما و به فیض مسیح که امروز بتونیم نام رو جلال بدیم و تجارتون رو با همدیگه در میان بذاریم. عزیزم من شاپور رو خیلی دوست دارم، با هم هم خدمتی کردیم یک بار از زمان و خدمت میکنیم خدا شکر، و تبریک میگم برای ازدواجشون تر چند ماه گذشته تو روزگار. خسته نشد یعنی ادامه دادید اینکه من ازدواج کنم؟ واقعا خدا شکر میکنم برای وجود تو، مرسی اومدی شاپور جان. بله در مورد این موضوع که الان ما داریم صحبت میکنیم، در واقع پشت کار داشتم و در واقع که خسته خاطر نشیم، گیو اپ نکنیم به قول شما انگلیسی ها، چی فکر میکنه کتاب هست چی میگه؟ خیلی مورد مهمی رو گفتید برادر عزیزم. من فکر میکنم که برای ما و برای همه افراد که در خدمت هستین، یکی از بزرگترین مسائلی که همه ما دست پنجه نرم میکنیم همین خسته خاطر شدن، یا به عبارتی داشتن پشت کار برای غلبه بر این هستش. و استارت همه چی راحت هست، شروع همه چی راحت هست، و اینکه چطور دور خودمون رو به پایان برسونیم. آیاتی رو که در مورد پولس رسول بود اشاره کردید که پولس چطور گفت دور خودم رو پایان رسوندم، و این خیلی مهم هست به نظر من. شروع ما در درس، در مدرسه، در کار، در زندگی با اشتیاق هست، با شوق هست، با تمام اون چیزهایی که در وجود ما به عنوان یک چیز احساسی در ما فوران میکنه، و بعد ما موانع رو میبینیم، چه در مدرسه، چه در کار، چه در ازدواج، چه در خدمتمون. اون موقع است که خسته خاطر شدن میاد، و اونجاست که دو سه تا درس یاد میگیریم به نظر من که میخوام اشاره کنم. شماره یک، این که میفهمیم که بدون قوت خدا و بدون خدا امکان ناپذیر هست. خیلی موقع ما بدون که بفهمیم به استعدادهای خودمون، به تجارب خودمون میبالیم، یا به اون چیزهایی که فکر میکنیم که قادر هستیم با آموخته هامون بریم جلو، ولی میبینیم که شدنی نیست، و اونجاست که میایم و میگیم خداوند عزیز ما رو کمک بکن. من میخوام آیه رو در این مطلب اشاره بکنم که خیلی واضح در این مورد کتاب اشعیا صحبت میکنه. کتاب اشعیا فصل 48 فصل 40 آیه 28 منظرت میخوام، میگه آیا ندانستی و نشنیدی که خدای سرمدی یهوه آفریننده اقصای زمین درمانده و خسته نمیشود، و فهم او را تفحص
نتوان کرد. پس تنها ترین کسی که خسته خاطر و خسته نمیشه او هست. این قدم اول هست که بدونیم که، و بعد میگه حتی جوانان هم درمانده و خسته میگردن و شجاعان به کلی میفتن، اما آنانی که منتظر خداوند میباشن قوت تازه خواهند یافت و مثل عقاب پرواز خواهند کرد، خواهند دوید و خسته نخواهند شد، خواهند خرامید و درمانده نخواهند شد. یه کلیدی رو اینجا میگه، یکی این که خدا تنها ترین کسی است که خسته نمیشه و ما خسته میشیم، حتی جوانان خسته میشن، شجاعان میفتن. پس اون قوتی که در جوان هست یا اون شجاعتی که هست زمانی هست که از بین میره، و اون زمان کلید هست که ما بدونیم که تکیه بر خود اتفاقا کلید خسته خاطر بودن هست، ولی منتظر خداوند ماندن، هر روز تکیه کردن به او، هر روز از او قوت گرفتن، کلیدی هست که ما رو برمیگردونه که ما به عبارتی مثل موبایلمون که داره باتریش قرمز هست و هی داره کم کم میشه، نیاز داریم دوباره بگیم خداوند من نیاز دارم از تو قوت بگیرم، از تو مشورت بگیرم. خیلی موقع راههای ماست که ما رو خسته میکنه، روشهای ماست که ما رو خسته میکنه. برمیگردیم خداوند عزیزم، معذرت میخوام و از تو میخوام تو به من نشون بدی نان تازه، از تو بشنوم، از تو یاد بگیرم. خداوند عزیزم این در تربیت بچه‌ام کار نکرد، این در ازدواجم کار نکرد، این در کلیسا کار نکرد، این در شغلم کار نکرد، این در انتخابام کار نکرد، ولی تو خسته نمیشی و من پیش توی میام که خسته نمیشه و تو من رو حمل بکن. خیلی جاها این کلیپی که گفتید بی‌نظیر هست. پدره میاد بیرون، پدر آسمانی عیسی رو فرستاد روی زمین به خاطر اینکه کلن ما خسته بودیم از گناه، ما افتاده بودیم، آدم سقوط کرد، کل نسلش سقوط کرد. خیلی موقع پدران ما، خانواده های ما کارهایی کردن که نسل بعدی خسته خاطر شده. آدم گناه رو برد روی زمین، خداوند عیسی مسیح رو آورد که عیسی مسیح با مرگ و رستاخیزش راهی رو برای پدر باز کرد و راهی رو برای ما باز کرد که بدون اینکه احساس گناه بکنیم به تخت فیض او بریم، چون عیسی گناهان ما رو بخشید. پس این آیه بود که من می‌خواستم در این لحظه به خدمت شما بگم که کلید چی هست. بدونیم ما خسته میشیم، ناامید نشیم. کلید دوم این هست که بدونیم خدایی هست که هرگز خسته نمیشه و اگر نزد او روزمره بریم، از او قوت بطلبیم و بخوایم که او در راه‌های ما یک دخالتی بکنه، در فکرهای ما نوآوری از کلام خدا بیاره و بعد بریم جلو. من میخوام که از شما بشنوم و بعد موارد رو در کتاب مقدس هست که اگر میخوان که در مورد داوود، در مورد پولس، در مورد کسای دیگه هست که خدمت بینندگان و شما بگم. آمین. اینقدر قشنگ گفتی من اصلا دیگه فریز شدم، چون واقعا حکمت خدا در این بیانیه اول شما واقعا آدم به فکر وادار میکنه که چقدر از وقتا فهم میکنیم که انسان ها باید کمکمون کنن یا حتی کشیش کلیسا باید کمک کنه که تلاششون رو میکنن، ولی اینکه به خداوند بچسبیم. و میدونی که بعد از شاپور بسیاری هستن در ایران و حتی خارج از ایران که درمانده شدن و چقدر خوبه که در چنین پلتفرمی در شبکه محبت میتونن پیغام نوید بخش رو بشنون که میشه به حضور او رفت. او میاد زیر دوش ما رو میگیره، ما رو بلند میکنه، با خودش میبره، با او میتونیم بریم. البته میخوام چند تا نمونه رو اتفاقا ما بگید، خوشحال میشم چند تا نمونه کتاب مقدس هم بگید بشنویم. حتما. من میخوام به یه آیه اشاره کنم از مزامیر داوود. خیلی زیبا داره میگه در مزمور 27 آیه 13 میگه اگر باور نمی کردم که احسان خداوند را در زمین زندگان ببینم. برای خداوند منتظر باش، قوی شو، دلت رو تقویت خواهد داد. آمین. یکی از آیاتی هست که وقتی من در آفریقا و بشارت رفتم 2011، هیچ موقع انتظار همچین بیماری رو نداشتم، مالاریا گرفتم و تا حد مرگ وضعیت من به وخامت کشید. وزنم رو توی یک هفته بوده 8 کیلو بعد کم کردم و دکترها جواب کردن. و یکی از آیاتی که کلن وجود من رو اون لحظات تقویت میکرد همین تجربه داوود که اگر باور نمیکردم که احسان خداوند رو در زمین زندگان ببینم. یعنی به جای انسان داوود رسیده بود که کلن میگفت که فقط این رو دارم باور میخوام بکنم که یه بار دیگه احسان خداوند رو ببینم. مزمور 69 داوود باز دوباره در آیه 3 میگه
از فریاد خود خسته شدم و گلوی من سوخته، چشمانم از انتظار خدا خار گردیده. شاید برای عزیزانی که از ایران دارن میشنون، خیلی موقع شاید دیگه از خدا هم من ناامید شدم، کلی انتظار کشیدم. تشویق میکنم با مسیح آشنا بشید، تشویق میکنم با پدری که هیچ موقع ما رو تنها نمیذاره، با او آشنا بشید. همینطور که خواهر عزیزمون شهادتشون رو گفتن، خیلی موقع به ما خدایان رو معرفی کردن و آشنایی درستی با خدای پدر نداریم، که از طریق عیسی مسیح انجیل رو بخونید، یک بار بشنوید که این خدا که پدر عیسی مسیح رو فرستاد چی میخواد به ما صحبت بکنه. باز پولس رسول رو ما میبینیم که در کتاب مقدس در شرایط مختلفی قرار گرفته و داره به ما این رو میگه. در کتاب مقدس عبرانیان باب 12:5 میگه نصیحتی رو فراموش نمودید که با شما چون پسران مکالمه میگه. ای پسر من، تعظیم خداوند رو خوار مشمار، وقتی از او سرزن خسته خاطر مشه. در مشه. مکاشفه عیسی مسیح این رو به کلیسا میگه. در مکاشفه باب 2:3 میگه صبر داری، به اسم من تعامل کردی، خسته نگشتی. چقدر مهم هست که این رو ما ادامه دار، چون خستگی میاد. حتی عیسی مسیح جسمن خسته شد. در یوحنا باب 4:6 میگه در آنجا چاه یعقوب بود و عیسی از سفر خسته شده بر سر چاه نشست. عیسی مسیح من و تو رو میفهمه، از کلامش برای ما نمونه ها داره که ما چطور خودمون رو تقویت بکنیم. در دوم قرنتیان باب 4:1 میگه پس چون این خدمت رو داریم، چنان که رحمت یافتیم، خسته خاطر نمیشویم. دوم قرنتیان باب 4:16 میگه از این جهت خسته خاطر نمیشویم، بلکه هر روز انسانیت ظاهری ما شاید فانی شود، ولی باطن ما هر روز تازه میشه. پس ما میبینیم که پولس رسول بارها داره این رو اشاره میکنه. چرا؟ چون خودش از خستگی های عبور کرده، خودش در شرایطی عبور کرده که ما میبینیم که در شرایط مختلفی ما رو داره تشویق میکنه، چون از اونها عبور کرده، تجربه کرده. باب 12:3 میگه که پس تفکر کنید در او، در عیسی مسیح، که متحمل چنین مخالفت هایی بود که از گناهکاران به او پدید آمد، مبادا در جانهای خود ضعیف گشته خسته خاطر شوید. پس ببینیم که عیسی مسیح مدل ما هست. کسی که نگاه میکنیم آمد روی زمین، طرد شد، در طرد شدگی خسته خاطر نشد. میگه قوم او رو رد کردن. ما طرد میشیم، اگر خسته خاطر بشویم ما میذاریم کنار. مریم رو میبینیم، برای عیسی مسیح وقتی که میخواست به دنیا بیاد هیچ جایی نبود، برای او مهیا نبود جا. اگر او سخت جنین میکرد نجات دهنده به دنیا نمیومد. عیسی در بطن او به خاطر پایداری مادرش ادامه پیدا کرد و نجات دهنده دنیا شد. برای ما چی است؟ عطایای ما، استعدادهای ما در درون ماست. ما با دو تا طرد شدن، با دو تا در بسته شدن، سریع میخوایم استعدادامون رو سخت کنیم، سریع میخوایم خوندگیامون رو پس بزنیم. ما میبینیم در کتاب مقدس یعقوب چیکار کرد، عیسی چیکار کرد، اون فرزند خواندگی خودش رو چیکار کرد، فروخت به کاسه آش. چرا؟ چون گرسنه بود. او گرسنه، اگر خودش میتونست برای خودش غذا درست بکنه، یک کمی پشتکار داشت، اون کاری که نباید میکرد رو اونجا نباید انجام میداد. چرا؟ چون خسته خاطر شده بود و میگه در گرسنگی، در اون شرایطی که پیش اومده بود. ما در عهد عتیق میبینیم نهمیا وقتی که داره دیوارها رو میسازه، در چه وضعیتی، برای سومین بار هست که میخوان اون معبد رو، دیوارهای اورشلیم رو بنا بکنن. عزرا قبلش انجام داده بود، کسای دیگه انجام داده بودن و بعد دیگه مخالفتی از تو بود، از داخل اون افراد که داخل قوم بودن و از بیرون بود. خیلی موقع ما از داخل خانواده خسته خاطر میشیم. داخل خانواده مسخره میشیم، به ما میگن این چه رشته انتخاب کردی، این چه چیزی هست. داوود رو نگاه بکنید، وقتی که سموئیل اومد اونجا میخواست که مس بکنه، خانوادهش رو باور نداشتن، پسر بزرگ انتخاب کردن، گفتن بابا اینم که یه نفر، وقتی که سموئیل گفت که پسر دیگه رو داری، گفت که بله چوپون هست. پس طرد شدگی از پدر رو تجربه کرده بود. جولیات وقتی که میخواد با داوود بجنگه، چه جمله ای رو به اون میگه؟ اون میگه که با این اومدی با من بجنگی؟ مگه من سگم اومدی بجنگی؟ پس دقت کنید، در خاندگی ما، در خانواده ما، در زندگی ما، و اول لیست داریم. ما در عهد عتیق ابراهیم رو داریم، داوود رو داریم که زن و بچه‌ش رو دزدیدن،
همه چیزش از دست داد، تختش رو، مقامش رو، جاهش رو، جلالش رو، ولی داوود داره میگه یک چیز از خداوند میطلبم و آن است که در خانه او باشم به قوت او، و بعد قوت میگیره و بعد داوود سرود پیروزی میخونه. چه اتفاقاتی میفته؟ الان خواهر عزیزمون از آرزوشون برای بچه دار شدن، ما میبینیم که حنا برای فرزندش اینطوری ادامه دار در حضور خداوند منتظر میمونه. و آیات زیاد هست، پس از جدعون میگه 300 نفر برای جنگ وقتی رفته بودن خسته شده بودن ولی قوت یافتن، ادامه دار رفتن جلو. پس ما موارد مختلفی رو داریم در کتاب مقدس که با پایداری آن چیزی که خدا بهشون وعده داده بود به پایان رسوندن. چرا؟ چون خدایی داریم که او در خسته خاطر بودنهای ما اونجا امین هست، او در دل سردی های ما به ما دلگرمی میده. در دوم قرنتیان آیه هست که من این رو خیلی خیلی دوست دارم، پولس رسول میگه که به جایی رسیدیم که حتی از جان خودمون ناامید شدیم، تا امیدمون رو خودمون برداریم بر خدای بگذاریم که مردگان رو زنده میکنه. بعد میگه که در این دل سردی ها ما دلگرمی پیدا میکنیم تا به کسانی که از همون دل سردی عبور میکنند ما به اونها بدیم. پس یکی هم من میخوام بگم، این خستگی ها، این درد ها، این سختی ها، اگر اجازه بدیم به حضور خداوند و خدا قوت بده، خدا اینها رو به تجاربی تبدیل میکنه که ما میتونیم به نسل بعدی انتقال بدیم، ما به خانواده تبدیل بدیم و و افراد مختلف. ولی کلید رو گفتید که خود خدا آن کلیدی هست، ما باید در هر روز این کار رو انجام بدیم. من وقتی که گفتید که کشیش، شبان، کسای مختلف، من اینها رو مثل باتری میدونم که 10 ساعت دارن توشون، ولی اونها هم باید وصل بشن. موبایل باید به اون باتری وصل بشه، ولی خیلی موقع ها اون باتری هم تمام میشه، باید به حیات، باید به برق هستیم. ما باید به قوت خدا، به خود خدا وصل بشیم. و همینطور که میبینیم اگر در ناله هستیم، اگر در آه هستیم، خودمون رو زیر سوال نبریم، خودمون رو محکوم نکنیم، بگیم ای بابا من چرا خسته میشم. نه، جزوی از طبیعت ما هست. ولی کلید چی هست؟ آن کار نیکویی که خداوند در شما شروع کرده، اعتماد دارم که به کمال خواهد رسید. فیلیپیان باب 1:6، آن کار نیکو رو کی شروع کرده؟ خداوند. کی به پایان برسونه؟ خداوند. نقش ما چی هست؟ هم کاری در خداوند، ماندن در خداوند، و او ما رو قوت زیاد خواهد بخشت. واو واو، خیلی عالی، خیلی عالی، واقعا خیلی مهمه. من اتفاقا وقتی شما صحبت میکردید احساس کردم کسایی هستن که خودشونو دارن محکوم میکنن، چرا من نتونستم ادامه بدم، شاید چرا من گیواب کردم، ولی اصلا نباید خود رو محکوم بکنیم. اتفاقا داوود میگه که اگه من بخورم زمین دوباره پا میشم، باید پرخاست. و خدا رو شکر تنها نیستید، شما که الان دارید برنامه رو تماشا میکنید تنها نیستید. اگر تماس بگیرید با شبکه با این شماره بخواهید که کمکتون بکنه، عزیزان هستن که گریه شما رو بشنون، دعای شما رو بشنون، کسایی هستن که با شما همدردی کنن. و خدا رو شکر برای کلیسای او، برای خادمین او که خدا مقرر کرده ما تنها نباشیم. افرادی بودن که گیو اپ نکردن، خسته خاطر نشدن، تسلیم نشدن، امروز پیغام انجیل به ما رسیده. افرادی بودن مثل استر ملکه ایران، از خانوما بگیم نه، که ایستادن و باعث شد که قومشون نجات پیدا بکنن. و امروز من و شما باید بیستیم، خسته خاطر نشیم که خداوند کارهای بزرگ بکنه. یک سوالی که دارم که میخوام بپرسم قبل از که برید، و اینکه ضرورت این که ما در این نسل و به واقع بتونیم پشت کار داشته باشیم و گیو اپ نکنیم، خسته خاطر نشیم، در چی ببینید برادر؟ ضرورتش نسل بعدی هست. خیلی موقع دیدین پدر و مادر برای اینکه بتونن آن چیزی که شروع کردن نسلشون ادامه پیدا بکنه، این رو دارن انجام میدن. فقط ما نیستیم، عیسی مسیح گفت به خاطر شادی که در جلو میدید اون دردها رو تحمل کرد، در اشعیا 53 قشنگ صحبت میکنه. برای ما نسل بعدی، کشیش هایکا، کشیشان، افراد مختلفی که در ایران بودن، اونها با مرگشون، با اون سختیایی که عبور کردن، کسانی که کتاب ها نوشتن، الان میبینن که نسل بعدی دارن آن چیزایی که کاشتن ما داریم درو میکنیم. پس نسل بعدی، نجات جانها، پادشاهی خداوند، ما اینطوری که نخواهد ماند، ایران هم باز خواهد شد، انجیل به همه جای دنیا خواهد رسید، عیسی مسیح باز خواهد گشت. هر چیزی که ما الان داریم میکاریم
یک سرمایه بزرگی برای آینده هست. به خاطر اون هست، حتی اگر ببینیم یا نبینیم، ما باید خسته خاطر نشیم، ادامه بدیم، سهم خودمون رو در ملکوت انجام میدیم، تصویر کلی رو در آسمان خواهیم دید. که یک کار کوچیکی که ما شروع کردیم، من یه خیلی خلاصه بگم، شخصی که در کره جنوبی این بیداری که اومده، یک پیرزن بوده که چندین سال اونجا منتظر بوده و بعد از چندین سال یک نفر ایمان آورده و بعد از مرگش چندین سال بعد الان کلیساها بعضیاشون 1,000,000 نفر جمعیت دارن، برای نسل بعدیمون، برای خانوادهمون، برای ملکوت و برای جلال نام او، تا نام او جلال پیدا کنه، پادشاهی او بیاد و او دیده بشه، او شنیده بشه، صلح و سلامتی روی زمین بیاد، پادشاهی او همان گونه که در آسمان هست روی زمین بیاد. و این دعا رو ما برای ایرانمون هم انجام میدیم. آمین. اینقدر زیبا صحبت میکنید، دلم نمیخواد بگم شاپور جان برو، ولی برنامه ما و کارگردان ما میگه که این قسمت تموم شده و بریم قسمت بعدی. ولی میخوام از شما خواهش کنم، حتما میدونم خیلی سرت شلوغه برادر جان، ولی حتما قول بده بازم در برنامه سیمای مسیح شما رو داشته باشیم و بیننده‌های ما از شما برکت بگیرن. با افتخار، تمامی جلال بر خداوند. ممنونم از دعوت شما، از شبکه محبت و همچنین عزیزانی که شنیدن. ممنونم و روز شما هم بخیر باشه عزیزی. خدا برکت تو بده. دوستان عزیز، همونطور که از برادر گل ما شنیدیم، واقعا خدا با ماست. بریم با هم یه کلیپ دیگه نگاه می‌کنیم، برمیگردیم مبحثمون رو ادامه میدیم و تلفن‌های ما باز اگر می‌خواید براتون دعا بکنیم یا مطلبی می‌خواید اضافه کنید. با ما باشید. یکی از مواردی که از بچگی زیاد شنیدیم اینه که برای زندگی خود هدف داشته باش. اصلا انسان بدون هدف نمیتونه به مقاصدی که داره دست پیدا بکنه. باید هدف داشته باشه و بتونه بر اون هدف برنامه‌ریزی بکنه. در زندگی روحانی ما هم این موضوع صادق هستش. ما باید برای زندگی روحانی خودمون هدف داشته باشیم. و اینکه اصلا هدف خدا برای زندگی روحانی ما چی هستش؟ پولس رسول این موضوع رو خوب فهمیده بود و در کلامش میگوید که من یک هدف دارم، اونی که برای عیسی مسیح زندگی کنم و به شباهت عیسی مسیح در بیام. سوال اینجاست، آیا ما برای زندگی خودمون هدف داریم؟ من لطفا باقستانی از شما دعوت میکنم که دوشنبه در برنامه سیمای مسیح با من همراه باشید، راجع به موضوع بیشتر صحبت میکنیم و از خدا میخوایم که به ما نشون بده که هدف او برای زندگی روحانی ما چی هستش. با امید دیدار. واو، چقدر زیبا بود نه؟ من تشویق تو میکنم که این پیام رو، مخصوصا قسمتی رو که برادر ما راجبش صحبت کردن، شاپور جان، رو حتما با بسیاری در میون بذارید و اجازه بدیم که چنین پیام امید بخشی وارد کوچه پس کوچه های ایران، افغانستان بشه. اجازه بدیم که بسیاری دلگرم میشن، بسیاری واقعیت رو نگاه کنیم. اینقدر ما اخبارها از در و دیوار میشنویم و گاهن شایعات که یادمون میره خدا چی میگه. بله، تاریخ بشر داره چیز خیلی بدی رو تجربه میکنه، یک موضوع اپیدمی که شاید تا به حال در دنیا باهاش روبرو نشده، ولی خدا رو شکر در نسل‌های قبل هم مشکلات خودشون داشتن، ولی خدا رو شکر برای اینکه خداوند به ما این وعده داده که ما تنها نیستیم در این دوران، ما تنها نیستیم در این شرایط، بلکه او کنار ماست. با آیات خیلی قشنگی اشاره کردن، به نمونه‌های خیلی عالی اشاره کردن که اینا به ما این امید رو می‌بخشه که اگر خدا با ماست، پس ما میتونیم ادامه بدیم. من می‌خوام یه چیزی اضافه بکنم، نه فقط با فکر نسل بعدی باشیم، خیلی مهمه، ما خودمون نسل بعدی داریم، بچه‌هامون هستن، به امید خدا در سال‌های آینده اگه باشیم نوه‌ها رو می‌بینیم، ولی بلکه به این نسلی که الان هست، به این نسلی که هنوز انجیل رو نشیده. ما فکر می‌کنیم انجیل به سمت وسیع به دنیا رسیده، به هموطنان ما رسیده، ولی هنوز خیلی هستن که مسیح رو نچشیدن، خیلی هستن که نمی‌دونن صلیب مسیح به چه معنا بوده. و این وظیفه ماست که آنچه که تجربه کردیم، چنان که پتروس می‌فرماید، به دیگران بگوییم، به دیگران بگیم که خداوند چگونه زندگی ما رو عوض کرده، چگونه عمل کرده. در عبرانیان باب 12:1 می‌بینیم که نویسنده می‌فرماید که ما باید از هر قید و بندی و از هر گناهی که دست و پای ما را میبندد یا بسته آزاد شویم و با پشکار در میدانی که در برابر ما قرار گرفته بدویم. نویسنده داره تحت شرایطی این موضوع را عنوان میکنه که اونها هم از جفا عبور میکنه. امروزه
در کشور ما و در کشورهای خیلی اطراف ما با مسیحا مشکل دارن. چیز جدیدی نیستش. یادم میاد کشیش میکایلی رو گفتم تعجب نکنه که چطور برده‌ها کشته شدن در اون مراسم، ایشون صحبت میکنن بعد چند ماه ایشون رو به قتل رسوندن. ولی تعجب نکنیم، مسیح و وقتی من ایمان میارید بس صلیبتون رو بعد از عقب من بیارید، یعنی باید آماده باشید جان خودتون رو بدید. ولی پولس رسول میگه من میخوام که زنده باشم به خاطر شما، میخوام زنده باشم برای پیشبرد ملکوت خدا. پس اگر جفا هست، اگر سختی هست، اگر درد هست، اگر کمبودها هست که خیلی فراوانه در ایران عزیز متاسفانه این روزها، ما باید خودمون رو بکشیم، باید بدویم، دوام بیاریم. تا حالا بودیم بازم خواهیم بود. من یادم سالا پیش وقتی که با مادر صحبت میکردیم که چطور بر ما سختی گذاشته، اینو گفتم، گفتم ما خیلی برامون سخت بود، زمانه بود که نون خالی میخوردیم و نمردیم، نمردیم، هنوزم هستیم. پس در دورانی میشه که خیلی سخته، قر نزنیم بگیم چرا زندگی اینجوریه، بلکه به خداوند بچسبیم، به او وصل بشیم. مسیح خداوند در لوقا باب 8 در خصوص دانه های صحبت میکنه که در آیه 15 دانه های مختلف رو تشریح میکنه. در آیه 15 میفرماید ما دانه های که در خاک ما دانه هایی که در خاک خوب افتادن به کسانی دلالت میکنه که کلام خدا در قلب اونها به صافی و پاکی قرار گرفته، اونها میشنوند، آرا نگه میدارن و پوشکار و ثمرات فراوان میآورن. ایام میرسه ما این ثمرات رو میبینیم، بسیار میبینیم. دل من این گواه میده چه ما باشیم چه نباشیم، امیدوارم ما باشیم و ببینیم. من سالا پیش در این شبکه گفتم، گفتم که میخوام در میدان آزادی ببینم که اونجا دارن در استادیوم آزادی میبینن که انجیل دارن موعظه میکنن. میخوام ببینم که در ایران مردم میجه که تو سرشون بزنن، گریه کنن، لباس سیاه پوشن، برقصن، شادی کنن، بگن در هر کوچه، در هر جایی خدا هست، در خونه من خدا هست و این اراده خدا هست. ولی زمانی اتفاق میفته، زمانی ما اینو میبینیم که با آنچه که خدا در کلامش گفته یک دل بشیم، بگیم بله خداوندا، ما ایمانداران، ما خادمین، ما کلیسای تو میخواهیم که تخت سلطنت تو در ایران برا بشه و دوام بیاریم، طاقت بیاریم، بشارت بدیم و ادامه بدیم به کار خدا. پس ما خواهیم دید، عیسی مسیح گفته در لوقا باب 8، ما خواهیم دید ثمرات فراوان رو. دنبال ثمره فراوان هستی تو زندگیتون؟ اصلا با ایران هم کار نداری، با افغانستان هم کار نداری، میخوای تو زندگیتون ثمرات باشه، به عیسی بچسب، بگو خداوند به تو ایمان میارم، دلم به تو میدم، من خسته شدم، گریه کن اشکال نداره، بگو خسته شدم ولی به تو محتاجم، به تو نیاز دارم ای خداوند عزیز، و اجازه بده که او بیاد انان زندگی تو به دستش بگیره. گاهی وقتا ما زور میزنیم، ما زور میزنیم، مخصوصا ما مرد ایرانی بمیکنیم که همه کار باید ما انجام بدیم، در حالی که خانوما خیلی کارهای بزرگتر از ما انجام دادن. نه، هی زور میزنیم، میخوایم که ما به یه جایی برسیم، باید تلاش کرد، باید زحمت کشید، ولی بگیم خداوند میخوام تو انان زندگی منو دستت بگیری، میخوام تو سرپرست خانواده من باشی، میخوام تو رئیس محل کار من باشی، میخوام که تو امور مالی منو دست خود بگیری. شبان عزیز، برادر عزیز که داره خدمت میکنه، خواهر عزیز که خدمت میکنه، عیسی میخوام که تو بیای خدمت رو جلو بری، به تو محتاجم. اون موقع است که ثمرات رو خواهیم دید. اول پتروس باب 5 آیه 10، پتروس رسول میفهمد، اون ماهیگیر بود، او عیسی رو دیده بود، او تجربیات مختلفی رو سپری کرده بود. در اینجا میفهمد که ما پس از اینکه اندک زمانی رنج و زحمت دیدید، اون موقع هم رنج و زحمت بود نه، خدا که بخشنده تمام برکات روحانی است و شما را در مسیح دعوت کرده که در جلال جاودانی او شریک شوید، شما را کامل و ثابت قدم و قوی و استوار خواهد ساخت. یک ترجمه میگه پشت کار داشته باشید. خدا این کارو میکنه، این خبر خوبیه. شما کشیش ندارید کنارتون کمکتون بکنه، شما دوستی ندارید که بتونه دست شما رو بلند کنه. ما ایرانی‌ها خیلی منتظریم تو برای من یه کاری بکن، تو برای من یه کاری بکن، چه تو هیچ کاری نکردی. چقدر قشنگ میگه پتروس که خداوند ما عیسی مسیح که شریک دردهای ماست، الناتان شریک دردهای شما نیستش، درد شما با درد من شاید فرق بکنه، شریک دردهای شماست، او شما رو میفهمه، او به شما قوت میده،
بعد به عیسی بگی در اون جایی که هستی، شاید دوست من مسلمانید، بی خدا هستید، مسیحی نیستید، میگید من که مسیحی نیستم، شما راجع چی حرف میزنید؟ الان شما میتونید این کار بکنید، تجربه کنید، تو خونه خود تو تنها شستی تجربه کنید، بگید عیسی به تو محتاجم، کمکم کن، کم آوردم، خسته شدم، میخوام که توی کاری برای من بکنی و ایزه بگید که او قوت بده به شما بتونه در سختی ها و در این روزهای سخت در پشتکاری و در استقامت بیسی. به یه آیه دیگه میخوام اشاره بکنم، اول قرنتیان پولس رسول میفهمد باب 15 آیه 58 میگوید که بنابراین ای عزیزان، با کلیسا داره صحبت میکنه، از آنجا که پیروزی ما در آینده حتمی است، حتمی است، او از این دنیا رفت 2000 سال پیش ولی میگه پیروزی ما حتمی است. ایرانی‌ها میگن شاهنامه آخرش خوش است، من میگم کتاب هست آخرش خوش است. آخر کتاب هست بخونیم چی میگه، نه باب 19 20 21 چی میگه؟ آخرش پیروزی با ماست. پولس رسول میفرماید حتمی است. پس حالا که پیروزی حتمی است، حالا که خدا با ماست، ما اینو موعظه میکنیم، سرودش میخونیم، اگر خدا با ماست پس در ایمان قوی و ثابت قدم بمانید. خدا سهم خودش رو انجام میده، پیروزی رو ما میده، ولی خدا من میگه که تو هم سهم داری، باید ثابت قدم و پیروز بمانی. و همواره اینو به من و شما میگه پولس رسول، همواره مشغول خدمت به خداوند باشید، در عوض اینکه به مشکلات نگاه کنی، به سختی‌ها نگاه کنی، به دردها نگاه کنی، شروع کن خدمت کردن، شروع کن. من در این 8 ماه 9 ماه انقدر خدمت کردم، عزیزان گفتم مواظب باش، بیشتر میخوام خدمت کنم. شروع کنید به خدمت کردن، چون میدانید که خدا خدمتتان به خداوند بی نتیجه نیستش و در قیامت هر کس پاداش اعمال خود را خواهد دید. ها، ما زحمت میکشیم، ما میریم جلو، سهم خودمون رو انجام میدیم. خدا شکر که خدا ما این اجازه رو داده که در قرن 21 در این نسل، در این دوران سختی که ایران و افغانستان، یعنی کشوری که زندگی میکنیم، داره ازش عبور میکنه، ولی خداوند به ما کمک میکنه که آنچه که کاشتیم و میکاریم نتیجه بده، در نهایت ثمر میاره، در نهایت قوت خدا آشکار میشه با پشتکاری. و اگر روی زمین حتی اینو تجربه نکنیم، در آسمان آن را تجربه خواهیم کرد. عیسی مسیح در اشعیا 53 دفعه سوم، امروز تو این برنامه راجعش صحبت میشه، در اشعیا 53 میگوید که او میدید که یه روزی کاری که رو صلیب میکنه نتیجه میده. امروز داره میبینه، من ایمان آوردم، شما ایمان آوردید، هزاران نفر دیگه هنوز باید ایمان بیارن و این افتخاری است که ما میتونیم سهم داشته باشیم بدون خسته خاطر شدن و آنچه که خدا انتظار داره. یه آیه دیگه هم میخونم و میخوام برای عزیزانی که اینجا برای من فرستادن مطالبشون رو دعا بکنیم. پولس دوباره در رومیان باب 16 آیه 25 میگوید برای ایمانداران شهر روم داره دعا میکنه، میگوید خدا شما را در ایمانتان، در ایمانتون، در زندگیتون قوی و ثابت قدم نگاه بدارد. دعا بکنیم برای عزیزانی که نیاز دارن، دعا بکنیم برای عزیزانی که احتیاج دارن، کم آوردن. من بسیاری با من تماس میگیرم، میگن من شرمنده زن و بچه‌م هستم، نمیتونم نیازشون رو برآورده کنم. چقدر شده تخم مرغ، چقدر شده مر، چقدر شده دلار، چقدر شده سختی ها که نمیتونن مردم اجارهشون رو بدن. سخته برای پدر، برای مرد ایرانی سخته، برای زن، بانوی ایرانی سخته که ببینه بچه هاش دارن درد میکشن. پس باید دعا بکنیم. این روزها کلیسا باید بیش از هر وقت دیگه دعا بکنه. همین الان که با شما صحبت میکنم، ما برادرای داریم، خواهرای داریم که دارن از بیماری کرونا، از این ویروس دارن عبور میکنن، با من تماس گرفتن تو یک دو روزه. سخته و باید دعا کرد، باید دعا کرد و این وظیفه کلیسا هست که خسته خاطر نشیم و ما اینجا هستیم برای شما دعا کنیم. اینجا هستیم که شما تنها نیستید. عزیزانی که در شبکه محبت دارن داوطلبانه زحمت بکشن یا اینکه کارمندای این شبکه هستن، اونا اینجا هستن 24 ساعته برای شما دعا کنن. هر موقع زنگ میزنن یکی گوشی رو برمیداره، با شما دعا بکنن و با شما همدردی بکنن، اگه لازمه شما مشورت بدن و تعلیم بدن. اگر به مسیح ایمان آوردید، تنها نباشید، به کلیسای مجازی شبکه محبت وصل بشید، به آنچه که خداوند برای شما مهیا کرده. خدا رو شکر برای تکنولوژی، خدا رو شکر برای
نسلی که با در زندگی میکنه به خاطر این همه امکانات زیبا و عالی. از زی گفتن در تلگرام من برای دخترم تقاضای دعا دارم، داشتم توی برنامه زنده دخترم فردا دیگاه میکردم، فردا عمل سنگ کلیه داره، من خیلی میترسم چون وضعیت بیمارستان ها به خاطر کرونا خیلی خرابه. اسم دخترم آیدا هستش. دیدی پیغام شما رو عزیزم، خیلی ممنون تماس گرفتید و دعا میکنیم. و اینجا در فیسبوک شبکه محبت من دارم میبینم که عزیزان تشریف دارید، اگر من درخواست دعا دارید بنویسید، برای شما دعا خواهیم کرد. الان ما هم متحد بشید، بعد نگه بعد اینا تام برنامه رو تماشا کردم، مرسی تماشا میکنید. الان ما هم متحد شیم ها، الاتون چون دوربین شما جلوی دوربین نیستید، کارگردان و دوستانی که زحمت کشن پشت دوربین نمیبینن، ولی با هم متحد بشیم، ببندیم و باز کنیم. اگر شما خسته شدی، اگر شما تو چند قبل برنامه این بود که ببین من میخوام به زندگیم خاتمه بدم، میخوام خودکشی کنم، الان بگو خداوند اشتباه کردم، میخوام توبه کنم، اتفاقا میخوام زندگی کنم، و برای زمانی میخواستم این کارو بکنم وقتی مسیح نبودم، میخوام زندگی بکنم و میخوام برای تو زندگی بکنم. ما اینجا هستیم براتون دعا بکنیم. همونجوری که هستی دستو بذار رو قلبتون، با ما متحد بشید به نشانه اتحاد، با هم متحد بشیم. خداوندا تو رو شکر میکنم برای خواهر عزیز، تو رو شکر میکنم برای برادر عزیز، برای اینکه دردها تو زندگیش هست و سختی ها هست، کسی خبر نداره، کسی نمیتونه بهش کاری بکنه، ولی تو میتونی این کارو بکنی ای خداوندا. برای آیداها که سگ کلیه دارن، میترسن بیمارستان برن، میترسن خونه بیان بیرون، برای افراد زیادی که پر از مشکل هستن ای خداوندا، متحد میشیم به نام قدوس و پرجلال عیسی مسیح، که گفت به نام من بطلبید به شما داده خواهد شد، او که گفتش که اگر دو نفر به نام من متحد بشن، چیزی رو در زمین ببندن در آسمان بسته میشه، چیزی رو در زمین باز کنن در آسمان باز میشه. الان متحد میشیم برای عزیزان دعا میکنیم، دعا میکنم امیدی نو، زندگی نو، وضعیت نو برای از اتفاق بیفته ای خداوند، به نوعی که بتونه این شهادت رو بده بله من درمانده بودم، من نگران بودم، ولی خداوند به من آرامش داد. تو رو شکر میکنیم عیسی پسر خدا. همین الان دعا میکنم من از این که درد داره، اگه این درد روی زانوی پای چپش هست ای خداوند، اگه این دارو این درد روی گردنش سمت راستش هست ای خداوند، به نام پرجلال عیسی مسیح دعا میکنم شفای تو جاری بشه ای خداوند. برای عزیزی که اکسیژن در بدنش نیست ای خداوند، برای عزیزی که سنگ کلیه داره، درد داره ای خداوند، متحد میشیم و شفای تو را اعلام میکنیم. تو را شکر میکنیم ای خداوند که تو قادر مطلق هستی، که تو میتونی عمل بکنی. من شفا نمیدم، عزیزان در شبکه محبت شفا نمیدن، ولی که تو شفا دهنده هستی. و دعا میکنم خدای ناامیدان امید خودتو جاری کنه ای خداوند عزیز. برای عزیزی که الان ازدواجش در مخاطره افتاده ای خداوند، دعا میکنم وارد بشی ای خداوند. همسرش خیانت کرده، همسرش ناجوانمردانه داره کتکش میزنه ای خداوند، داخل شو ای خداوند، شرایط رو عوض کنه ای خداوند عزیز، و تو رو شکر بکنه به نام عیسی مسیح پسر خدا شاه شاهان. اگه این دعا رو با من کردید، اگر ایمان دارید، خادم خدا هستید، اگر دوست مسلمان هستید، با من بگید آمین. عیسی میشنوه، عیسی میشنوه، من به شهادت میدم عیسی میشنوه، آمین. اگه قلبتون مسیح نصب بردید، الان این کارو بکنید. میخوام که این افتخار نصیب من بشه که رفتم آسمان، شما بگید که من با الناتان تو این برنامه قلام مسیح سپردم. خیلی راحت، فقط باید خیلی خلاصه یک دعای کوچیک بکنی، بگی خداوند، تکرار کنید، خداوند من گناهکار هستم، میپذیرم گناهکار هستم و متشکرم که پسر یگانه تو فرستادی تا برای گناهان من بمیره. از این جهت در قلبم رو باز میکنم، از تو میخوام که وارد قلب و زندگی من بشی و از من اون رو بسازی که تو میخوای. خودم به تو تسلیم میکنم به نام عیسی مسیح خداوند، آمین. اگه این دعا رو کردید بهتون تبریک میگم، حتما با شبکه تماس بگی 201-347-464-3000 و بگید با کشنلاتان من قلم از سپردم، اگه من برات اومد کار انجام بدم، با خوشحالی شما رو من وصل میکنن، با شما دعا میکنیم، شما رو کمک میکنیم و بهتون تبریک میگیم. هفته آینده برمیگردیم راجب مطلب دیگه صحبت میکنیم که اعلانشو دیدید راجب در وسط برنامه. هدف داشته باشید، راجب هدف داشتن خیلی صحبت کردم، من خودم بارها صحبت کردم، ولی میایم با مهمان عزیزی راجب موضوع صحبت میکنیم، جایی نریدا،
برنامه شبکه تماشا کنید. هفته بعد در چنین ساعتی در خدمت تو خواهیم بود و راجع به هدف داشتن صحبت خواهیم کرد. و در این حال هر جا که هستید ماسک بزنید، اگر از خونه میرید بیرون مواظب خودتون باشید و برای همدیگه دعا بکنید. شما دوست داریم و خدا رو شکر میکنیم که این افتخار ما داده که بتونیم شما خدمت کنیم. خداوند شما برکت بده. تشکر میکنم از تیمی که پشت صحنه زحمت کشیدن. خدا نگهدار شما.